ده پزشک بدنام تاریخ به کانال ما خوش اومدین شماره 10 واتر فریمن واتر فریمن یکی از عصب شناسان آمریکایی بود که به دلیل دیوانه وار بریدن اعضای بدن بیماران به بدنامی شورت پیدا کرده بود فریمن بر اساس علاقه و شیفتگی ذاتی به کمالگرایی و انجام شایسته تکنیک های جرایی در طی یک روز حتی تا 20 مورد هم قطع عضو انجام داد وی حتی به رسانه اجازه میداد تا از مراحل جرایی فیلمبرداری کند وی بر روی 3500 بیمار عملیات قطع عضو انجام داد که نتیجه یا مرگ تعداد زیادی از افراد بود شماره 9 مارسل پتیوت گفته می شود پتیوت پزشک فرانسوی و قاتل زنجیری مسبب مرگ 60 بیمار شده است وی دوران حرفه‌ای خود را بعد از گذراندن دوران کارآموزی در یک بیمارستان روانی آغاز کرد دیری نگذشت که به دلیل انجام سخت جنین به صورت غیرقانونی و تجویز داروهای اعتیاد آور به بدنامی شهرت یافت اگرچه در اوایل از زیر بار مجازات تفری میرفت اما بعد از مشاهده دود و بوی بدی که از منزلش بیرون میآید توسط پلیس دستگیر شد در بازرسی منزل وی بخشهایی از بدن انسان در شومینه پیدا شد بعد از محاکمه او در 25 می 1946 اعدام شد شماره 8 جایانت پاتل جایانت پاتل ملقب به دکتر مرگ پزشکی نیستی در آمریکا و سپس در استرالیا مشغول به کار بود گفته می شود وی به دلیل نالایقی و بی مسبب اصل مرگ 87 بیمار بین سالهای 2003 تا 2005 بوده است همچنین وی مباردت به انجام جرایه های غیر ضروری حتی بر روی بیماران سایر پزشکان نموده است وی همچنین دارای سند جلی است در سال 2010 به دلیل قتل بیماران متعدد به 7 سال زندان محکوم شد شماره 7 کارکلوبرگ کارکلوبرگ پزشک آلمانی است که در کمپ نازی های آلمان مشغول فعالیت پزشکی بود همچنین او اقدام نابارورسازی زنان می کرد وی به دنبال یافتن روش های ارزان برای نابارورسازی بود که در این راستا اقدام تزریق اسید به درون رحم زنان می کرد کلوبرگ بعدها دستگیر شد و بعد از مدت کوتاهی آزاد شد وی بار دیگر دستگیر شد اما قبل از حضور در جلسه محاکمه فوت کرد شماره 6 شیرو ایشی شیرو ژاپنی در خلال دومین جنگ جهانی در ارتش ژاپن صدفان یکم بود وی فعالیت پزشکی خود را در سال 1942 آغاز نمود. وی اغلب زندانیان، اسیران جنگی و حتی شهروندان عادی را در معرض بیماری های مهلک نظیر تاهم و سیازخ قرار میداد. از دیگر فعالیت های او می توان به ایجاد سیطه قلبی و مغزی در بیماران، سخت جنین اجباری و غیره اشاره کرد. صدها نفر از مردم به دلیل کار های بالینی وی جان خود را از دست دادند. بعد از جنگ جهانی دوم، ایشی توسط آمریکا دستگیر شد. با این حال در ازای انتقال دانش پزشکی خود معافیت گرفت. شماره 5. هارولد چیپمن. هارولد چیپمن یکی از فعالترین قاتل زنجیره‌ای تاریخ است. وی فعالیت پزشکی خود را از سال 1974 آغاز نموده است و از آن زمان بیش از هزاران نفر را به کام مرگ فرو بسته است. فعالیت های وی در سال 1998 بعد از اینکه سایر پزشکان متوجه نرخ بالای مرگ و میر در بیماران او شدند، معلوم شد. در سال 2000 به دلیل مرگ 15 بیمار و جل اسناد تحت پیگرد قانونی بود که به مدت 15 سال به حبس محکوم شد با این حال در سال 2004 در سلول خودش را به دار آویخت شماره چهار جان بودیکن آدامز جان بودیکن آدامز پزشک بریتانیایی مسئول مرگ 160 بیمار مخصوصا افراد مسن در فاصله سالهای 1946 تا 1956 شناخته شده است نکته عجیب و جالب توجه در این مورد این است که 132 نفر از این افراد قبل از مرگ به اراده خود مقدار زیادی پول و ثروت در اختیار او قرار دادند گفته می شود این نام نامه توسط خود او برشه تحریر در آمده است اگرچه وی دفعات متعددی در دادگاه حاضر شد اما محکوم نشد وی تا زمان مرگ همچنان به این فعالیت خود ادامه میداد شماره 3 اچ اچ هولمز دکتر هنری هوارد هولمز یکی از اولین قاتل های زنجیری در تاریخ آمریکا است وی در هرمان موجد متولد شد و در دانشگاه پزشکی میشیگان به تحصیل پرداخت او در دوران تحصیل خود جسدها را رو بوده و با ایجاد تغییراتی در آنها چنین ادعا کرد که مرگ آنها تصادفی بوده است سپس او به شیکاگو نقل مکان کرد و هتلی را تأسیس نمود این هتل در اصل مکانی برای شکنجه و قربانی سازی افراد بود چرا که ساکنین این هتل هر از گاهی ناپدید می شدند. او در زیرزمین این هتل اقدام به شکنجه و قتل افراد مخصوصا زنان میکرد او عادت داشت گوش و پوست جسد را از بدن جدا کند و با اسکلت آنها چیزهایی درست کند هولمز در سال 1897 دستگیر و سپس اعدام شد شماره دو مایکل اسفانگو مایکل اسفانگو پزشک آمریکایی علیرغم اینکه قتل 60 نفر به او نسبت داده شده است به قتل سه نفر محکوم شد علاقه شدید وی به خون و مرگ کاملا در حرفه پزشکی وی نمود یافته بود در دوران کارآموزی او در دانشگاه ایالت اوهایو پرستاران بیمارستان مشاهده کرده بودند که بیماران این بیمارستان به طور اسرارآمیزی میمیرند در بررسی های به عمل آمده هیچ سر نخی به دست نیامد سپس او به ایلنوی منتقل شد و در آنجا اقدام مصمومسازی همکاران خود نمود به دنبال این مسئله دستگیر و زندانی شد بعد از آزادی با سنت سازی و جل اسناد در زیمبابوه به عنوان دکتر مشغول فعالیت شد و بیماران بسیاری را به کام مرگ فرستاد اگرچه توانست از آنجا فرار کند اما بالاخره در سال 1997 دستگیر شد و همچنان در زندان به سر میبرد شماره یک جوزف منگله به جرأت میتوان گفت جوزف رادوف منگله بدنامترین پزشک تاریخ است این پزشک آلمانی ملقب به فرشته مرگ در خلال جنگ جهانی دوم شرارت های متعددی را انجام داده است ولی این شرارت ها از دید همگان پنهان هم ماند وی بعد از فارغ و تحصیلی به ارتش آلمان پیوست و در بافن اس اس خدمت رسانی کرد فعالیت های شیطانی وی که تحت فعالیت های پزشکی مخفی ماند بعد از انتصاب وی به عنوان افسر پزشک در کمپ آشورتس آغاز شد قطع عضو درمان با شوک برقی نابارورسازی و تزریق سم از فعالیت غیرقانونی او بودند تنها تعداد معدودی از افراد توانستن از اقدام وحشیانه او جان سالم به در ببرند او بعد از اتم جنگ جهانی به آمریکای جنوبی فرار کرد